برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنیم. قسمی که در آغاز گفتیم برنامه از این بعد در تپه اساس هفته سار ادامه پیدا میکنه. اما یک مختصر صحبت من میکنم، بعدا اینجاست به اکیم نازم با ما هستن صحبت های دارن، برنامه به شکل ادامه پیدا میکنه. عامل اصلی به اصطلاح کودتای هفته سار قتل مرموز میرکبر خیبر شد که با تاریخ هفته اپریل 1978 صورت گرفت و این به مسابقه یک سائقه در آسمان تحولات سیاسی کشور و نظامی ما بود. قتل خیبر از جمله قتل‌های مرموز است که حتی بعد از بقدر رسیدن هواداران خیبر که خود را وارثین خون وی می‌دانستند، هیچگاه در آن باره سخن زده نشد و معلوم نگردید که دستور قتل خیبر را چه کسی صادر کرده. چنین معلوم می شود که سران خلق و پرچم به شمول استخبارات کیجیبی و سفارت شوروی سابق در کابل میرکبر خیبر را قربانی اهداف ماجراجویانه خیش نمودند تا به هدف نهاییشان که امانا رسیدن به رسیدن بدون چون چرای از بر حرکه قدرت بود برسند. ایشان دیگر ضرورت برای اینکه خیبر کی بود، چرا کشته شد، عامل قتل وی چه کسانی بود احساس نکردند. سران خلق و پرچم در مجموع آن همه شعارهای پرتمطراق و بیانهای آتشینی که بالای قبر وی ایراد کرده بودند بعدها ثابت ساختند که اما آن شعارها در مجموع نمایشنامه‌ای بود که سناریوی آن از مدتها قبل تهیه شده بود. میرکبر خیبر مسئول بخش نظامی گروه پرچم بود و بعد از ائتلاف دجنای خلق و پرچم از این مقام به دلایل نامعلوم از عضویت کمیته مرکزی کنار زده شد. بعد از مرگ میرکبر خیبر نمایش قدرت از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان شهید داود را واداشت تا سران این حزب را به زندان بیندازد، اما آنهایی که بیرون از حزب مانده بودند برنامه کودتا را اجرا کردند. حکومت جدید تشکیل شد و از اولین بار هم از سوی اتحاد جماهیر شوروی وقت و رسمیت شناخته شد و مورد حمایت قرار گرفت. شعار معروف کودتاچیان هفته سار خانه لباس و نان بود، اما گورهای دست جمعی روایت دیگری از این کودتا دارد. بر مبنای این گورهای دست جمعی و حافظه افغانستانی ها مرگ به جای نان و خون و کفن، لباس و گور به جای خانه، سوغات کودتاچیان و دوستان روسیشان به مردم افغانستان بود. کودتای هفته سار پیامدهای دردناکی برای مردم افغانستان داشت. این پیامدها شامل کشته شدن 1.5 میلیون شهروند کشور ما و مهاجرت 5 میلیون تن به خارج از کشور و معلولیت صدها هزار تن از هموطنان ما و یتیم و بیوه شدن هزارها و نابود شدنشان زیر ساخت افغانستان بود. البته همطور که هموطنان ما میفهمند، کودتای هفته سار صبحگاه 27 اپریل شروع شد و بالاخره بعد 24 ساعت به پایان رسید. اما در آغاز گفتیم که مسئله میرکبر خیبر چند پیش بیندای گرامی، البته پیش از اینکه مسئله یاد کنم، شما کتاب عبدالقدوس غوربندی را خوانده باشین. در اون کتاب عبدالقدوس غوربندی قتل خیبر را به گردن ببرک کارمل می اندازه که از او عقده به دل داشت و همیش می گفت که تو باید اثر را برداشته شوی. اما یک بخش ماجرا، بخش دوم ماجرا، چند پیش مصاحبه سلیمان لایق امرو با پسرش غرزه لایق نشر شد، در یوتیوب همه دیدن، که سوال برانگیز بود و ناگفتنی های زیادی را با خود به همراه داشت که چطور غرزه لایق پسری که پدر را مصاحبه نمود این همه سالها این مصاحبه را همگانی نساخته بود. آیا حزب دموکراتیک خلق افغانستان واقعا یک حزب است یا یک باند تروریستی که این مسئله در امی مصاحبه بس ثبوت میرسه بیندگرویم. کودتای خونین هفته سار سال 1357 خورشیدی علیه رژیم جمهوری داود خان که ظاهراً تحت نام حزب صورت گرفت، رهبران و منصوبین حزب مذکور همین که قدرت حاکمه را غصب کردند، هزاران انسان هم از مرد و زن و کودک کشور را با بلند کردن شعارهای تند کارگری و انقلابی به کام مرگ سپردند. زندانهای تاریک و ترسناک را انباشته از بهترین فرزندان وطن نمودند تا توانستند در برابر مردم ما زور گفتند و میلیونها باش
باشنده صاحب وقار این سرزمین را مجبور به ترک خانه و کاشانه ایشان نمودند و بالاخره خشون ابرقدرت شوروی دیروز با ترغیب به اشغال افغانستان کردند. منصوبین این به اصطلاح حزب دموکراتیک خلق چنان با کینه‌توزی و نفرت انگیزی علیه مردم ما برخورد نمودند که هر حزب سیاسی که در جان بود از اعمال آنها احساس شرمساری میکرد. ما که سالها میگفتیم حزب نامنهاد دموکراتیک خلق افغانستان نه یک حزب واقعی بلکه یک باند قاتل و تبهکار بود، شاید کمتر کسی میپذیرفت. از آنجایی که کذب و نادرستی و سیاهکاری به هر شکلی که باشد عاقبت آشکار میشود و سیاهکاران هم سیاه روی، اینک در روزهای اخیر مصاحبه تصویری سلیمان لایق، یکی از کادرهای شناخته شده باند خلق و پرچم، از طریق شبکه‌های تلویزیونی و یوتیوب به نشر رسید. اعترافات در آن نهفته است و حقایق تلخی را بیان می کنند، حقایقی که ما مدت ها در پی آن بودیم. سلیمان لایق این مصاحبه مطالب آتی را با صراحت افشا نموده است. اول، میر اکبر خیبر یکی از کادرهای برجسته حزب قبل از آغاز کودتای سر توسط باند ببرک کارمل ترور شد. دوم، نور احمد نور عنصر نزدیک به کارمل درست قبل از آن که خیبر ترور شد به منزل وی رفته با عصبانیت اخطار مرگ او را صادر کرد. سوم، یک حلقه خاص تروریستی در داخل حزب وجود داشت. چهارم، حفیظ لامین قمانده کودتای ثور را بدون استئذان رهبران حزب و با استفاده از شناختی که در میان نظامیان داشت صادر نمود. پنجم، مبرک کارمل عنصر نادان توطئه‌گر قدرت طلب و انشهابی در داخل حزب بود. سلیمان لایق در جریان مصاحبه متذکر می شود که با اظهار این حقایق گردن خود را خلاص نموده تا ثبت تاریخ شود. اما این گردن سالهای سال یک حقایق پنهان کرده بود. چرا یک باره یک حقایق برملا می شود و این مصاحبه در وقت صورت گرفته که سلیمان لایق از صحتمندی خوب برخوردار بود؟ یعنی معلومه چک 2-3-4 سال پیش از مرگش صورت گرفته. چرا غرزه لایق این مصاحبه را آل به اصطلاح همگانی می ساده که خود از این دسته است؟ خب به هر حال میریم به شهر ونکوور و به انجینر حکیم ناظم سلام تقدیم میکنیم و امیدوار هستیم که انجینر صاحب جور و صحتمند باشن. انجینر صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. صدای شما را داریم و خوب صحیح هم داریم. دوست داریم که از شما در ابتدا چند دقیقی در رابطه با جریانات هفته بشنویم، بعدا مسئله هفته ثور را دنبال میکنیم. بفرمایید جناب. در مورد معلومات بسیار زیادی ندارم که به حضور شما تقدیم کنم. کوتاه اما قدر میگم که سالگرد 61مین سالگرد وفات آلحضرت امان الله خان بود، پادشاه سابق افغانستان، پادشاهی که در زمان پادشاهی از او به اصطلاح استقلال سیاسی افغانستان حاصل شده و به می مناسبت ارگ ریاست جمهوری یک بیانیه نشر کرده. خب البته بیانیه یادآوری کرده از فعالیت‌ها و خدمات از او. چیزی که بر ما قابل قبول نبود که این بیانیه را ارگ ریاست جمهوری به زبان‌های پشتو و فارسی نوشته کرده و پاراگراف پشتو و پاراگراف فارسی که جریان یادآوری کرده با هم یک فرق داره که در پشتو آقای آلحضرت امان الله خان به حیث قهرمان ملی، ملی اتل یاد کرده، ولی در فارسی از او صرف نظر کرده. این اصل مشکل اساسی افغانستان که ما و شما 43 یا 47 سال یا 100 سال است که به او پرداخته نمیتونیم، اینمی است که در افغانستان به دو زبانی که مردم افغانستان صحبت میکنن دو پیام هر کس موضوع گیری خود را نشر میکنن و گوش مردم میرسانه. این بر من جای تعجب بود که چرا ارک در این مسائل توجه نمیکنن یا عمدن یا قصدن میخواین که مشکلات و نفاق در بین مردم افغانستان ایجاد کنن.
چیز دیگه که در این هفته جالب بود، بازم از ارگ من خدمت شما عرض می کنم که بالاخره ارگ هم یک مدال را، مدال احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برای شهردار شهر پاریس و فرمان دکتر سب اشرف غنی دادند که او به سفیر فرانسه در کابل سپرده شد و این مدال به پاس خدماتی بوده که شهردار پاریس به خاطر تعیین کردن یک جاده در شهر پاریس به نام احمد شاه مسعود بر از او داده شده بود. جنگ ها در افغانستان متاسفانه در هفته که گذشت ادامه یافته، تلفات و قربانیان نظامی و ملکی متاسفانه ما داشتیم که جای تأثیر و تأسف است که هم جانب طالبا و هم دولت افغانستان نتانستن که از خونریزی جلوگیری کنند. سربازان افغانستان در بارک های نظامیشان در یکی دو نقطه افغانستان مورد حملات و اصطلاح کمین طالبا قرار گرفته و به شهادت رسیده و همچنان طالبا اظهار داشتن در اظهاراتشان که گویا در کدام جای دولت عملیات کرده و یک تعداد مردم بیگناه را و ذریعه توپای ثقیل به شهادت رسانده. از این معلوم میشه که جنگ هر دو طرف تایید میکنن که دوام کرده و کشتار مردم نظامی و ملکی در ماه مبارک رمضان ادامه داشته. چیز دیگه که جالب بود، برای اولین دفعه بعد از چند سال از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، یک ویدیو 18 یا 20 دقیقه‌ای که صدای از او را نشان میده که گویا در کدام جلسه او صحبت کرده از طرف طالبان از طریق توییتر به نشر رسیده. چیزایی که ملا محمد عمر دو میگه و میخواه که بر مردم و بر کسایی که اونجا هست دو سه نقطه را بگویه که من فکر میکنم قابل مکس است بر مردم و بر کسایی که میخواین در مورد شناخت طالبا و جریان و فعالیتایشان معلومات بیشتر داشته باشه. ملا محمد عمر آخوند در این صحبتهای خود میگه که اولی موضوع را رد میکنه که گویا کدام کشور بیگانه در ایجاد و در تشکیل طالبا سهمی داشته باشه و این قصه را قسم شروع میکنه که فقط ما بودیم و ما دو سه نفر در یک مدرسه که ما 15 نفر رفیقا بودیم و با هم درس میخواندیم، ما تصمیم گرفتیم که باید ما تنها به می توکل تو علی الله کفایت نکنیم و منتظر از او نشینیم و ما باید که تصمیم قاطع بگیریم که در زمین خدا، در ملک خدا، دین خدا و شریعت خداوند عملی کنیم و ما از اونجا حرکت کردیم و یک موترسیکل پیدا کردیم و چند نفر آمدیم و مسجد به مسجد و مدرسه به مدرسه رفتیم و در اولین مسجدی که ما رفتیم اونها انکار کردن، امرای ما امرایی نکردن و در دومش که رفتیم تمام از اونها امرای ما یک جای شدن و ما بالاخره همی رقم حدود 50 نفر شدیم و چند دانه تفنگای کهنه را گرفتیم و جنگ خود و جهاد خود از اونجا به خاطر از بین بردن فساد و تطبیق شریعت اسلام بر روی زمین شروع کردیم. خب البته این نشر ازی در این وعده یا در مناسبت چندمین سال وفات ملا عمر یک موضوع بسیار جالب است که طالبا می خواهند این را نشان بدن که در ایجاد تشکیل امارت اسلامی و جریان طالب ها هیچ کشور دیگه و خصوصا پاکستان، قسمی که ما و شما خبر داریم آقای نصیر احمد بابر در زمان بی‌نظیر بوتو کسی بود که طالبا را تأسیس کردن و اینا را فعالیت هایشان همه هنگ رو تنظیم میکردن، اما این را صدای که یا آدیو تیپی که نشر شده این را رد میکنن. فکر میکنم در کدام وقتی از طریق رادیو شریعت هم یا نشر شده باشه یا نشده باشه. همین چیزایی بود که من در افغانستان به حساب سرخی های خبرها یا سرخط اخبار شنیده بودم و خواستم که توجه بیننده های عزیز شما را هم به می وقایعی که نسبتا مهم بود جلب کنم. دیگه مسئله جلسه استانبول هم فعلا بعد از این و تعویق افتیده، برآمدن قوت های خارجی از افغانستان هم شما گفتین و اینکه 650 نفر گفتین ضرور است که 2500 نفر امریکایی را برآمدن مطمئن و
با امنیت شان را تضمین میکنه. یمو یک ضرب المثل مشهور است که میگه فیل در گل رفته را شافیل میباید کشید. خب به خاطر برآمدن نیروهای آمریکایی یک کم نیروی دیگه هم ضرورت است که تا جمع و جور کنن. پایگاه ها را آمریکا گفته که ما تمامش به افغانستان تسلیم میکنیم و حدود $1 میلیارد مهمات و تجهیزات نظامی را هم به جانب افغانستان تسلیم میکنیم. چیزی که معلوم نیست مجموع تجهیزات نظامیه که در افغانستان آمریکا به جای میمونه مقدار و قیمتش تعیین نشده گفته نشده و این هم گفته نشده که چقدرش و برادر بزرگ با پاکستان تسلیم میکنه و چقدرش با اردوی ملی افغانستان. خب گفتنی ها در مورد اخبار هفته و روز در مقدر بود تا حالا اگه اجازه شما باشه با هم یک جای بیاییم سر موضوع مهمه که 43 یاد بود یا سال روز یا روز فاجعه یا کودتا یا انقلاب 700. هر کی به میل خود یک نام سر از این روز مانده. از نظر بنده ما همی 700 که 43 سال از او تیر شده ما میتونه میره و از دو بود ببینیم. یکی بوده که چطور 700 با وجود آمد که پیشتر شما سرش بحث کردین، جریانات گفتین یک کمه که بیشتر باید سر از او بحث شد، و دوم بعد از اینکه 700 یا کودتا یا انقلاب یا فاجعه رخ داد چی کارای شد و برای نسل جوان خصوصا کسانی که ای حوادث 700 یا 800 یا 26 سرطان 1352 را زمانی که سردار محمد داوود خان اولین ریاست جمهوری را در افغانستان ایجاد کرد، اینا بر از اینها فقط از لای کتاب ها و از افسانه هایی که یکی به دیگه میگن یا از مادر کلان و پدر کلان شنیدن اکثر جوانای ما و اکثرا تحریف شده میباشه، تاریخ تحریف شده میباشه. یعنی ما که شاهدان عینی همو روزها بودیم این وظیفه وجدانی و ایمانی ماست به حیث یک شهروند افغانستان که حقایق هم قسمی که بوده بر کسانی که بیننده و شنونده هستن یا بعدن ای را میبینن و میشنون بر از اونا و عرض برسانیم به اطلاعشان برسانیم و بگذاریم که تا اونها خودشان قضاوت کنن. معلوم دار نظر شخصی هر کدام ما و شما در این راستا فرق میکنه و ما در یک جهت یا همیش یا گاه قرار گرفتیم، اما مسئله سر ازی است که برای نسل آینده ما باید جریانات قسمی بگویم که تا اونا خودشان بتانن قضاوت کنن. 700 به دلایل مختلف رخ داد. یکی دلایلی بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان و کوشش حزب کمونیست اتحاد شوروی یک وحدت دوباره خود در سال 1356 و دست آورد. بینندای عزیز می فهمند که حزب دموکراتیک خلق افغانستان از تاسیس خود به بعد و چندین شاخه های خرد و بزرگ تقسیم شده بود، اما بزرگترین شاخه های حزب دموکراتیک خلق جناح پرچم و جناح خلق بود که از امو روزنامه های خلق و پرچم و اصطلاح گرفته شده بود و احزاب در افغانستان اکثرا به نام ارگان های نشراتیشان مثلا شعله جاوید و مساوات و البته نشریه گهیز آموده اگه اهمیت خدا داشت بود برای یک پروگرام یک وقت دیگه میمونیم. اما اصل گپی است که زمان که سردار محمد داوود خان اولین جمهوریت تاسیس کرد با یک کودتای فکری حکومت از پسر کاکای خود گرفت، یک سلسله کارها و اقداماتی کرد که زمینه شرایط عینی و شرایط را برای کودتای ثور آماده ساخت. ما و شما می فهمیم که سردار محمد داوود خان شاید خوبی های بسیار زیاد داشته باشه، شاید یک آدم ملی و وطن پرست بود، شاید برنامه های کلانی برای افغانستان داشت، اما خودش می گفت که من می خواهیم کلی کارا رو یا جورش می کنم یا تکت تکیست. در افغانستان یک حکومت مشروطه را یک حکومت دموکراتیک سرنگون کرد و به جایش یک حکومت یک حزبی را یک حکومت دیکتاتوری یک حزبی را ایجاد کرد با کمک حزب دموکراتیک خلق افغانستان.
خصوصا با کمک شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان. رهبران احزاب دیگر خصوصا رهبران نهضت جوانان شهید انجینر صاحب حبیب الرحمن و شهید نیازی و دیگران شهید محمد هاشم میوانوال ما و شما میفهمیم یک تعداد از رهبران احزاب و جنبش های روشنفکری که در افغانستان چپی و یا راستی بودند ایدئولوژی های سیاسی احزاب سیاسی و دینی را اینا از بین بردن حذف کردن و این باعث از این شد که از یک طرف هم اون توازنی که بین نهضت های سیاسی و دینی در افغانستان بود از بین رفت و از طرف دیگه دولت آقای سردار محمد داوود وابسته به یک جناح از حزب دموکراتیک خلق افغانستان در داخل شده بود. خب سردار محمد داوود میخواست و تلاش داشت که از این مشکل هم خود خلاص کنه. به اصطلاح هم افسانه مشهوری است که کسی دباغش ملا صاحب امرای معزن و چلی داخل شده بود. شما باقیش هم میفهمین که چه قسم کوشش کرد که از شر عرصهش خود خلاص کنه. سردار صاحب هم این کار هم میخواست کنم اگر فکر میکنم که نتانست به خاطر از این نتانست که حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک پشتیبان بسیار قوی و نیرومند به نام اتحاد جماهیر شوروی و حزب کمونیست شوروی داشت که دستگاه کی جی بی و مو یک سازمان دیگه که مربوط استخبارات نظامی روسی شوروی میشد از او حمایت میکرد. ای در مقابل یک ابرقدرت قرار داشت و بر از این مشکل بود و از جانب دیگه دوستای دیگه بین المللی خودهی قبلا آزرده ساخته بود. اگرچه کوشش کرد که با ایران و عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا و حتی با پاکستان ارتباطات خود بهتر کنه، اما وقایع قسمی شد که شما میفهمین مرگ میر اکبر خیبر رخ داد. وقتی که مرگ میر اکبر خیبر رخ داد، برنامه ما و شما گنجایش از این نداره که ما سر تفصیل از او بریم و بگویم که کی ای کارا رو کرد. من تا فقط ما در یک نقطه میخوایم بگویم که صحبت های آقای سلیمان لایق که با فرزند خود مصاحبه کرده و این نوشته و چاپ شده، این مثل حکایت هایی است که در پت خزانه برآمده و هیچ اسناد کافی و کامل نیست که اینا را رد کنه یا ثابت کنه و فلحاظا از او صرف نظر میکنیم مگر میر اکبر خیبر کشته شد و مرگ میر اکبر خیبر باعث یک جرقه شد که جناح خلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان که حفیظ الله امین مسئول امور نظامیش بود و حفیظ الله امین در نبود میر اکبر خیبر، چرا میر اکبر خیبر هم از وظایف نظامی و هم از عضویت کمیته مرکزی پیش از کشته شدنش دور شده بود. قسمی که شما گفتین این آدم یک کتاز میدان بود و تنها عضو رابط با اردو بود و کسی بود که به اصطلاح امر و کمانده امو کودتا یا انقلاب داده میتانست و این امو کار کرد. این تفصیلش که چرا کرد، چرا تانست، چرا این زمینه بر از این مساعد شد، من پیشتر به شما عرض کردم که در دولت سردار محمد داوود خان اینها بسیار تا سطح بالا نفوذ داشتند. لحاظا این کار ناممکن نبود. به هر دلیلی که بود کودتای حق به صبر کامیاب شد، پیروز شد و در افغانستان یک مرحله خونین دیگر که با شهادت تمام اعضای خانواده سردار محمد داوود خان در ارگ صورت گرفت رقم زده شد. اینها بودن اعضای حزب دموکراتیک خلق، بیشتر گفتیم اینا خلقی ها و پرچمی ها بودن. خلقی ها و پرچمی ها خودشان از نظر ساختار خوب، البته اینجا جای از این است که تعداد از دوستانی که از امی حزب و از شاخه های شمایندگی میکنن باشن، ولی ما چون در اونجا زندگی کرده و ما دقیق معلومات داریم، ما امیدوار هستیم که گیرنده ها سرش فکر کنن و قناعت کنن. اینها خلقی ها اکثر افسران نظامی و معلمان یا مامورین بودن که در اطراف بودن و اکثریت مطلقش در ولایات پشتون نشین افغانستان بودن و فقط به استثناء هرات و غور اکثریت باقی مانده از این ولایات بودن و ما میفهمیم که و باورها و اعتقاداتی که دارن اینا نیمه وابسته و نیمه غیر وابسته بودن، یعنی باز هم سطح دانش در زمان سردار محمد داوود خان معلم کسی که میشد اکثرا از سنف 12 مکتب بالاتر نداشت.
اعضای حزب پرچم جوانای شهری بودند که در شهرها، در مراکز شهر، در کابل، در مزار، در هرات یا در هر جای دیگر، تا در لشکرگاه و هلمند اینجا پرچمی ها بود و اینا اکثرا شهرنشین ها بودند، فقط و سیر و سیاحت به اطراف می رفتند. هر دو گروه با هم اختلافات بر سر قدرت داشتند که از اول هفت ثور اختلافات از اینا بروز کرد که می فهم. اوی اختلافات داخلی که در بین از اینها بود و برداشتی که اینا از باورها و اعتقادات مردم داشتن و عدم درکی که اینا از شرایط اون وقت داشتن، باعث از این شد که اینا یک برخورد با مردم کردن که به اصطلاح تمام چیزهایی را که مردم افغانستان برشان ارزش بود، تمام ارزش ها را اینا زیر پای کردن. از هفت ثور، از فرمان ششم و هفتم و هشتم که شما ببینین، اینا چیزهایی بود که این مردم افغانستان به اصطلاح حتی اگر به ظاهر خوش می شدن، اما بعد از او وقتی که یک ملا یا یک ملک یا خان یک قوم بر از یا می گفت که برادر ما و شما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم در افغانستان، ای باعث از این شد که انزجار و نفرت مردم در مقابل دولت روز به روز بیشتر شد از یک طرف. و از طرف دیگه اینها همونطوره که بیشتر شما گفتین بسیار به شکل ظالمانه و وحشیانه روشن فکران و تمام مخالفین را که کمترین مخالفت با اینها می داشتن، اینا اونا را سربنیست کردن. یعنی ما می بینیم که رحم اینا به حال مردم نداشتن. یعنی کسی را به شنیدن رادیوی بی بی سی، کسی را به ترکیر مثلا نابغه شرق نگفتن یا حافظ الامین قهرمان افتصار نگفتن، یا کسی را مثلا به احترامی کردن به یک اخبار یا خنده کردن، اینها گرفتن کسی را به نماز خواندن. یعنی شما داستانهایی را که بعد از سقوط حکومت حفیظ الامین، وقتی که مرحله نوین از این فاجعه یا کودتا یا انقلاب افتصار در شش جدی با آمدن لشکر اشغالگر شوروی تغییر کرد، مصاحبه های را اون وقت در تلویزیون میکردن به حیث به اصطلاح پروپاگند یا تبلیغات روانی به ضد حفیظ الامین. در اونجا این مردم ها میگفتن، مثلا یک کسی میگفت که من وقتی که گرفتن پرسان کردن چی کار هستی، من در ریاست قیر و سرکسازی وزارت فاین آمد تخریب کار بودم. وظیفه ما بود که اوی تامیرای کنه و چیزایی که چی میشه یا رو تخریب کنیم، عوار کنیم. میگم من برای یادم گفتم من تخریب کار هستم. خوی این بیچاره را به جرم ازی که گفته بود من تخریب کار هستم، این را برده بود و شش ماهی مانده بود حساب از این معلوم شد که تو تخریب کار چی هستی، باش کسی به اسناد زیر پرسان کنیم پای همتر یک چیزی وجود داره یا نداره، و خدا سرش فضل کرده بود زنده بود. باعث از این شد هم از این که افغانستان و یک مصیبت بره و یک سمت بره که امروز 43 سال بعد ما نمیتانیم که از او بیرون شود. و یک چیز دیگه هم که ممکن برای دوستا جالب باشه، اختلافات درونیه که در بین جناهای خلق و پرچم و جناه خیبر و جناه حفیظ الامین ایجاد شد، باعث از این شد که اینها هر کدامش به خاطر زنده ماندن خود از هر نوع وسیله کار بگیرد. مثلا من دقیق یادم است که یک تعداد از جوانان پرچمی حزب به خاطر از اینکه در زمان حفیظ الامین زنده بمانند و به خاطر از اینکه حفیظ الامین را بدنام کنند، اینا به اصطلاح در کار و فعالیت خود تشدید میکردن که خود فعال نشان بتن و زنده بمانن. یعنی فعال نشان دادن یک نفر جوانی که وابسته به رژیم بود در زمان حفیظ الامین به معنای از این بود که دیگرها رو به کام مرگ بفرسته صرف به خاطر خودش زنده بمان. و بعد وقتی که حفیظ الامین حکومت سقوط کرد، ما و شما میفهمیم که یک تعداد زیاد جوانان، کسانی که افسرها بودند، اردو بودند و کارمندان دولتی بودن، اینها به پاکستان رفتن، به خانه های خود رفتن، از طریق اقوام خود. ما شما میفهمیم افغانستان یک ساختار به اصطلاح
سنتی داره که ملا و ملک و ارباب و خان و هر کدامش نفوذ داره، اینا رفتن در اونجا و اینا به ضد دولت جنگیدن و تا به امروز ما میبینیم که بقایای از اونا در بلندترین مقاماتی در بین طالبا، در بین مجاهدین، در احزاب مختلف بودن و هستن و یک تعدادش که به کشورهای غربی رفتن، اونا هم مثل که ما و شما آمدیم موقفشان معلوم است، هر از گاه نظریات خود میتن. یعنی بدبختی هایی که در 43 سال نصیب مردم افغانستان شده، مرحله اولش در زمان سردار محمد داود خان متاسفانه شروع شد که از خودکامگی ها و سیاست های نادرست سردار محمد داود شد و اون مکمل از اون با فاجعه هفت ثور شد. بعد از اون که هشت ثور آمد که مجاهدین هم آمد، قسمی که شما گفتین مجاهدین هم فرشته هایی نبودن که از بهشت آمده باشن، اما فرقی که بود در زمان داود خان فقط یک حزب بود، حزب که خود داود خان جور کرده بود که هیچ سابقه نداشت. در زمان ترکی و حفیظ الامین هم فقط یک شاخه حزب در قدرت بود، بگیش کشیدن پرچم. در زمانی که پرچمی ها آمدن، خلقی ها و پرچمی ها هر دیش با هم یک جای آمدن، ولی وقتی که مجاهدین آمدن 15 حزب تنظیم در حکومت مجاهدین. یعنی اگر ما فقط برای نسل جوان امروز میخواییم چیزی بگویم، حداقل اینا بفهمن که دوره که مجاهدین آمدن خرابی های فراوانی داشت، ولی دوره بود که بازتر، گسترده تر، پایه های وسیع تر نظر به این رژیم های دیگه داشت. مثلا عفو عمومی که در هشت، چون ما و شما در عفو هشت سال قرار داریم امروز، بل 30 سالگی و 33 سالگی را جشن میگیریم به اصطلاح، ما میتونیم میره یک یادآوری کوتاه بکنیم که دوره مجاهدین یک دوره بود که در او پایه های دولت وسیع شده بود، عفو عمومی صورت گرفته بود. یعنی یک وقتی بود که اگر اشتباهات نمیشد، اگر مثلا سازمان های استخبارات منطقی به خاطر منافع کشورهای خود در اون مداخله نمیکرد و اگر امی نهضت اسلامی و امی تنظیم های یک پختگی سیاسی می داشتن، ما میتونستیم که یک حکومت بهتر از امی حکومت فعلی را برای مردم افغانستان داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان عدم پختگی سیاسی رهبران سیاسی و عدم دانش و بیداری سیاسی مردم افغانستان باعث از این شده که ما در هر مرحله برخورد احساسی بیشتر داشته باشیم نظر به برخوردهای علمی و تجربوی. و ما امیدوار هستیم که از امروز به بعد کسانی که تصمیم میگیرن به خاطر علایق قومی و ایدئولوژیکی و زبانی و سمتی و احساساتی خود تصمیم نگیرن، بلکه به خاطر منافع ملی مردم افغانستان تصمیم بگیرن تا تاریخ 43 سال گذشته برای 43 سال آینده سر ما و شما تکرار. تشکر جیسف، تشکر، سلامت باشین. خب در لابلا عرفای هم از کدام بایستش مکس میکرد، یکی که شما صحبت ملا عمر را یاد کردین و از هر آغازین حرکتایش یاد کردین، اما من فکر میکنم که بازم یک جلسازی تاریخ است برای از اینکه اینا از چمن وارد افغانستان شدن، یعنی از چمن قندهار وارد افغانستان با تانک و توپ شدن، نه با پایلوچ و با یک تفنگ، که خیلی سنسازی هاییست که میخواین که حقایق وارونه جلوه بتن و برای نسل جوان اینا یک چیزهایی رو بتن که جدا از واقعیت باشه. و در مسئله حکومت مجاهدین هم جسر شما لطف کردین اشاره کردین، هموطنان ما به خاطر دارن که ما همونطور که قربانی بازی های پیچیده استخبارات منطقه شدیم، بازی های بسیار پیچیده خاد نجیب در طرح مبارزه با باندیتیزم که هزارها هزار خادیس داخل تنظیم های جهادی کرده بود که من در این رابطه 15 سال تحقیق کردم، هم یکی از عوامل بود که حکومت مجاهدین جای نگیره و ما مصیبت بیشتر دیدیم. خب مهمان عزیز گرامی ما هم با ما پیوستن، اجازه شما جناب ناصری صاحب عزیز سلام تقدیم میکنیم برای شما. عرض سلام و ادب دارم آقای خالد بر شما و انجینیر صاحب و
و به همه بیننده های عزیز تلویزیون وزین شما. سلامت باشین، خوش آمدین. باشه که یک شوخی داشته باشیم اینجا هسته، باز بریم پس جدی شویم. ما و شما روزه به دهن هستیم و آقای ناصری هم یعنی تر تازه بخیر افطار کردن و بیالی چایشان و مطمئن با ایشان هست. خالد صورت میگه این هم میگذارد غمگین من باشه. بله قربان شما، سلامت باشین، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. خب هفته ثور است، دوست داریم که نخست از شما بشنویم که برداشتانه اینجای هست. واقعا از امو آغازین روزها شروع کردن تا هشت ثور هم رسیدن، خب دیدگاه ها فرق میکنه و شما هم دید خاص خودت دارین. دوست داریم در ابتدا نظر شما رو در رابطه به هفته ثور و پیامدهایش داشته باشیم. ناصری بزرگوار، با اظهار سپاس امتنان مجدد، هفت ثور 43 سال است که ما ملت ما با خوست با پوست و گوشت و استخوان خود این روز منحوس و این حادثه غمبار احساس میکنند. هیچ فامیلی آقای خالد، هیچ فامیلی در افغانستان نیست که حساب به شهید نداده باشه و یا زندانی نداشته باشه و یا مجبور به مهاجرت نشده باشه به خاطر هفت ثور. یعنی همین لحظه صدای ما شما را هر وطنی که میشنوه از بعد حادثه به یک گوشی پناه آورده و ما یک ملت هستیم که فقط هم تخم ارزن واره به هر طرف پاش شدیم و علت العلل و دلیل اصلی تمام بدبختی های مردم افغانستان که ما بیش از 6 میلیون مهاجر داریم، بیش از 2 میلیون شهید داریم، بیش از میلیون ها وطن ما در داخل افغانستان بیجا شدن، معیوب داریم، بیکار داریم، مواد مخدر معتاد به مواد مخدر میلیون ها انسان است و جنگ های داخلی و بدبختی ها، تجاوز های مستقیم، روز ها آمدن شوروی تجاوز کرد، پاکستانی ها مداخله کردن، ایرانی ها مداخله کردن و بالاخره امریکا با تمام ساز و برگ نظامی خود و ناتو با 48 کشور آمدن و افغانستان دوباره اشغال کردن. عامل تمام از این بدبختی ها آقای خالد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هفت ثور و ماجراجویی از اونا به خاطر غصب قدرت یا کودتا به نفع روسا به اشاره روسا، دو چیزی که اونا را واقعا در تاریخ افغانستان متمایز می‌سازه و برجسته می‌سازه. جنایت و خیانت از اونا را وابستگیشان به روسا که سرسپرده بودن، سویتیست ها بودن رهبرهایشان و همچنان ایدولوژی بسیار منحط و ایدولوژی بسیار به حساب غیر منطقی و غیر ملی را که کمونیسم بود میخواستن ملت افغانستان مانند آسیای میانه و دام کمونیسم بیندازن و اینا با ایدولوژی کمونیسم آمدن. امروز در برنامه‌های مختلف تلویزیون‌های مختلف که اشتراک داشتیم، آقای خالد و ناظم صاحب شاهد هستن، در برنامه‌ها شاید دیده باشن اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که ما در امروز برنامه دیدم با ایشان مناظره و مباحثه داشتیم، بسیاری از اینا قبول نمی کنن، اصلا هیچ کدام از اینا انکار می کنن و به چشم مردم خاک می زنن، میگن ما مارکسیست نبودیم، کمونیست نبودیم، ما اصلا چپی های مترقی بودیم، می خواستیم یک آرمانگرا بودیم و رهبر ما ترکیس گفت که ما این به حساب یک سوسیالیسم ملی را می خواهیم پیاده کنیم، در حالی که این واقعیت ها نیست. اما آثار تاریخی محققین افغان و پژوهشگران خارجی و اسناد بسیار زیاده که در طول 43 سال گذشته رقم خورده در ارتباط به عوامل و پیامدهای کودتای هفت ثور به حساب ناشی از این است کودتا که یک حلقه کوچکی از اعضای به حساب جامعه افغانی خصوصا روشنفکرانشان که تحصیل یافته هایشان گرویده اندیشه و تفکر شوروی یعنی مارکسیسم لنینیسم روسی میشن و همچنان فکر میکنن که همو به حساب افغانستان برایشان روسا شاید جنت جور کنه و مکه به حساب مدینه فاضلی از اینا را شاید روسا ایجاد کنن. اینا چنان شوروی پرست بودن، چنان گرویدی روس بودن که متاسفانه بدبختانه کاملا در خدمت روسا و در خدمت ازی بودن. فکر میکنن بلند منزلهایی که روسا دارن هم افغانستان اینا بلند منزل میسازن و بعد ترقی و پیشرفت میکنن. دو عاملی که فرید مزدک در یک مصاحبه خود میگه که دو چیز ما را به حساب
برباد کرد انقلاب ما را و یا مو فکر و حزب ما را. یکی وابستگی ما بود و یکی ایدولوژی ما بود. و واقعا امی تحلیل واقعی دقیق هم است که یعنی حزب دموکراتیک خلق و خاطر وابستگیشان به شوروی ها و برای منفعت خط از اونا روان شدن، منافع ملی را و سرنوشت مردم افغانستان را به باد فنا دادن. هر کسی مخالفت با اینا کرد و به قول زنجیر کشیده شد، به زندان ها رفت، به پولیگون ها سپرده شد. یعنی سرکوب و خشونت و از بین بردن مخالفینشان به شکل نظامی و زندان کشانیدن و خصوصا شخصیت های ملی و علمی و فکری افغانستان از بین بردن بزرگترین جنایت حزب دموکراتیک خلق بود. بنان اینا عامل همین تمام بدبختی هایی است که امروز ما داریم. اگر مهاجرت شد بعد از خاطر حزب دموکراتیک و کودتای 1970 شد، اگر جهاد شروع شد و مردم افغانستان دست به سلاح بردن با ویسات، که این جهاد مثبت بود یا منفی بود، عواملش چی بود، او یک طرف میگذاره. ملت را که به کوه بالا کردن و مسلح ساختن همین حزب دموکراتیک بود. و اگر مداخلات کشورهای دیگر در افغانستان آمد به خاطر مداخله شوروی و کودتای 1970 و تجاوز شش جدی بود. خلاصه حتی تا به امروز که اگر داعش است و طالب است و جنایتی در افغانستان صورت میگیره، اگر 1970 نمی بود هیچ این پیامدها و این تحولات و این رویدادهای تاریخی در افغانستان وجود نمی داشت. امروز آقای نصیر خالد در تورنتو نمی بود، امروز وایس ناصری در آلمان نمی بود، امروز یک برادرم در امریکا، یک خواهرم در لندن و فامیل ما تیت پاشان هستیم. وقتی که اگه یک حادثه فوتی میشه از سر تا سر جهان اعضای فامیل باید جمع شویم. و امروز از استرالیا گرفته تا کانادا و تا آمریکا و تا اروپا و آسیا ما تیت پاشان هستیم. متاسفانه ملت را که از شیمان میشه ایرازایش از هم پاشان به خاطر خودخواهی های خود، به خاطر قدرت پرستی خود، به خاطر رسیدن به قدرت و ایدئولوژی خود، حزب دموکراتیک خلق است. و ما این را بارها امشب امروز دیروز گفتیم و در 43 سال گذشته گفتیم و بار میگم و با دلیل و سند میگم. این که اینا مارکسیست نبودن، اینا در کتاب آقای امی دستگیر پنشیری برن ببینن که پنشیری راجع به حزب خود و ایدئولوژی خود چی نمیشتن. و همچنان خود جنرال نبی عظیمی در کتاب اردو و سیاست چی نمیشته کرده. و تا ها نویسنده دیگه از اینا اعتراف میکنن که ما حرکت داشتیم. اولین نشریه که اینا چاپ کردن به نام همو ایدئولوژی پیشتاز مارکسیسم لنینیسم اینا علم برداشتن. حرفای صحبتای ویدیویی آقای ببرک کارمل اعضای حزب نشونیده، آیا شعارهای حفیظالله امینی فراموششان شده؟ اینا ما دیروز به یکی از دوستایی که در مناظره کتمت یک تلویزیون بود، ما گفتم شده لینک ایمیلتان هم بتین، من لینک های ویسا و ویدیوها و یوتیوب ها براتون بفرستم که حفیظالله امین چی شعار میده که برادر رفقا ما حزب ما حزب پیشتاز مارکسیسم لنینیسم است و حزب اتحاد شوروی حزب ببرک کارمل. حتی ویسا و مو شعار ببرک کارمل بود که موضوع وطن دوستی را وابسته به شوروی دوستی میدانست و میگفت که حزب پر افتخار ما حزب مارکسیسم لنینیسم. حتی ببرک به اعضای حزب اخطار میده در امون صحبت خود و میگه کسی که هنوز قبول نکرده ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم بره مطالعه کنه، رفقا جبر نیست شما مطالعه کنید، ولی ما پر افتخار حزب مارکسیسم لنینیسم هستیم. بالاخره موضوع ایدئولوژی خود اینا انکار کردن نمیتونن، وابستگی خود انکار کردن نمیتونن. از همه آقای خالد و ناظم صاحب که اینا جنایتی را که کردن، قتل و کشتاری را که کردن، وحشت را که کردن، سرکوبی را که مخالفین خود کردن، فراموش تاریخ نمیشه. دقیقا تشکر میکنم، سلامت باشین. واقعا صحبت هایی که شما انجام دادین انجینر صاحب بخشی از واقعیت های تاریخ کشور ماست که نسل جوان ما که امروز سخت تحت تاثیر تبلیغات از اینا قرار گرفتن، باید اینا امروز حداقل به خود تکان بدن، تجسس کنن، بررسی کنن که واقعیت های عینی جامعه ما چی بوده، چرا حوادث اینگونه رقم خورد که مردم دست به سلاح بردن، مبارزه کردن و بالاخره نتیجه خود هم اینا گرفتن. جناب ناصری صاحب،
خب کمونستا ما امروز قصدن بباشیم کسی از اون طرف دعوت نکردم برای از این که اونا عرف برای گفتن ندارن. اونا همونطور که شما امیل گفتین اونا فقط اونا عرفای تکراری سال گذشته خود تکرار میکنن و یکی از عرفای شانی نویست که ما میخواستیم برای وطن خدمت کنیم و مخالفین نگذاشتن. آیا اگر مخالفین نمیگذاشتن خدمت که اینا میخواستن برای مردم افغانستان انجام بدن چی بود؟ ای که آرزو و آرمان های یک عزب، یک جریان، یک شخص برای خدمت برای وطنش می باشه در این من شک ندارم. اما جریان های سیاسی که در افغانستان آمدن خواستن که خدمت کنن، این متاسفانه در تاریخ معاصر افغانستان بار بار اتفاق افتاده. ولی اگر شرایط عینی و ذهنی جامعه را انسان درک نداشته باشه، مطالعه نداشته باشه، اگر واقعیت های جامعه را نشناسه، اگر تاریخ خود را و مردم خود را انسان نشناسه و او نسخه را که برای کشور خود تجویز میکنه او باعث بجای ازی که او مرض و یا او تکلیف و که از برطرف شد او به حساب باعث همو دوایی می باشه که به زهر میشه برای انسان و او همو شخص یا همو وطن یا همو ملت از بین میبره. و متاسفانه حزب دموکراتیک که خلق پاشارهای و به حساب همو عوام فریبی هایی که داشت، مخصوصا شیفتگی که به مارکسیزم لینینیزم و شعارهای شوروی و در او زمان که به حساب دو جبهه بود و اینا به جبهه شرق پیوستن و به حساب اتحاد شوروی را من حیث امو رهبر خود و فکر شوروی را و پیشتاز و انقلابی و شعارهای تند و تیز از او را فکر کردن که نمین بر ملت افغانستان که یک ملت غریب از آسیا کمک میکنه با شعارهای انقلابی میتونیم پیشرفت کنیم، در حالی که از ایدولوژی که سازگاری با بافت فکری جامعه نداشت و هیچ نوسنخیتی با امامو تاریخ و به حساب مذهب و دین و عقاید مردمش نداشت. و از همه مهمتر ای که به حساب اینا همه مشکلات فکر میکردن که تنها مشکلات اقتصادی هست که باید اقتصاد شکوفا شود، در حالی که یک مشکلات یک جامعه یک بودی نمی باشه، تنها اقتصاد نمی باشه، مسائل فرهنگ است، مسائل عوامل دیگه هست که در تاریخ یک جامعه و در ساخت و بافت یک جامعه نقش و رول می داشته باشه. به هر صورت اینا برای آمدن مثل از این بود که من در یکی از برنامه های یک سال مثال دادم که اگر یک طفل مثلا دست خود را به یک آتش پیش میکنه، یک نفر دست از او را کش میکنه و سر از او را به دیوال میزنه، متاسفانه کمونیست ها فکر کردن که ملت خدمت میکنن و از جهل، فقر و از مشکلات اجتماعی نجات میتن، در حالی که ملت خود، مردم خود، کشور خود اینا تباه کردن با همون شعارهای خود، با همون برنامه هایی که اصلا عملی نبود و تطبیقی نبود، فرمان های زین عملی نبود، شعارشان عملی نبود، اینا با همه ملت خود در جنگ و دشمنی بودن، به خاطر ازی که ملت مسلمان بود، معتقد بود، مثل امروز واره مردم میخواستن روزه بگیرن، نماز بخوانن، تراویح برن و اینا میگفتن این افیون دین، افیون ملت ها هست و مزخرفات است و با عقاید مردم اینا تضاد داشتن. یا اینا در اون زمان که ملت ما شاید 15 میلیون نفوس بود، با 15 میلیون نفوس اینا مخالفت داشتن، حتی کمونیست های جوانایی بودن با پدران خود، با مادران خود، با برادرای بزرگ خود، با همه در اعضای فامیل اینا در تضاد بودن، ماما و کاکای خود اینا نفرین میکردن، راپور میدادن. و در زمان کمونیست ها گفته میشد که بالفعل گرفته شد، گفتن چطور گرفته نه، گفت سر نماز گرفته میشد. اگر رادیو بی بی سی را میشنیدین بلفیل گرفته می شده. یعنی بسیار به کارهای جزوی دم 5000 لست شهدایی را که در آلند ابو خادیس ابو یکی از جنرالای خود افشا کرد و دولت آلند هم هور پخش کرد، نشر کرد، در اونجا شما که مطالعه کنید میبینید که این شهدا و این قربانیان همش معلم و دانشمند و مردم های به حساب اکادمیک نیست، در اونجا مردم بسیار عادی، بسیار مردمی که یعنی از نظر شغل و وظیفه و اینا اصلا با سیاست شاید هیچ کارم نداشته بوده باشد، اینا رو گرفتن و به سربنیست کردن به دلیل از اینکه نماز میخواندن، عبادت میکردن و یا مثلا به خاطر معلومات خود رادیوهای غربی رو میشنویدن، در حالی که اینا همیشان امروز در غرب تشریف دارن و در رمو دامان امپریالیزم خونخوار جانخوار تشریف آوردن. متاسفانه اینا برداشتشان غلط بود، یعنی وقتی که با عقیده مردم، با دیانت مردم،
با آزادی فکر مردم، با عمل مردم، با پدرت، با مادرت، با کاکا و مامای تو در دشمنی باشی، چطور میتونی که یک جامعه را شکوفا بسازی؟ اینا اصلا از بیخ و بنیاد اندیشه و تفکر از اینا باطل بود و دوم وابستگی بسیار شدید داشت. فکر میکردن که روسا همه چیز برای اینا میسازه و افغانستان باید آزادی خود از دست بده، یکی از اقمار شوروی شه و مانند تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان اینا و با آرامی میرسه، در حالی که اونا نمیفهمیدن که اون کشورها هم زندان است برشان، آزادی نیست و همه چیز به شکل پلیسی پیش میره. متاسفانه همی خواب خیالی را که اعضای حزب دموکراتیک و فرزندان ناخلف ما و شما در این وطن بر ملت ها تأمین کردن چی بود؟ زندان بود، پلچرخی بود، پلیگون بود، تعقیب بود، خاد بود، اکسا بود و متاسفانه سرکوب دیگر اندیشا بود. هر کسی که با اینا نبود دشمنشان بود. اون شعاری که آقای غنی چند روز پیشتر داد که هر کس با ماست دوست ماست، با جمهوریت از و غیر از دشمن ماست، همین شعار کمونیست ها میداد متاسفانه و این شعار اینا ملت ما رو برباد کرد. در حالی که دیگر اندیشی در زمانی که اینا مثلا در دهه 40 فعالیت میکردن، مظاهره میکردن، تظاهرات میکردن، هر کاری میکردن، دولت اینا رو سرکوب نمیکرد. آزادی بیان بود، نشرات از اینا خلق چاپ میشد، پرچم چاپ میشد، نشرات آزاد بود، میتینگ ها داشتن در پارلمان، ببرک کارمل و دیگه حفیظ الله امین اینا عضویت پارلمان گرفتن. اینا از فضای باز و دموکراسی و آزادی بیان و اینا و از قانون اساسی افغانستان استفاده کردن، ولی وقتی که خودشان به قدرت رسیدن کسی را اجازه تنفس کردن هم ندادن و هزارها دانشمند ما را، استادای پنتور ما را، شخصیت های ملی و علمی ما را، جنرال های ما را، شخصیت های بسیار شایسته را در نظامی افغانستان اینا سربنیست کردن، به زندان ها فرستادن. بالاخره میلیون ها انسان از افغانستان فرار کرد، مهاجر شد و باعث همزی بدبختی ها خلق و پرچم و ایدئولوژی شان و وابستگی شان. تشکر، سلامت باشین. انجینیر آقای ناصری صحبت بسیار جالب کردن و یادآور شدن از حقوق انسانی، کرامت انسانی، آزادی بیان پیش از هفته سر و بعد از هفته سر. آیا این فرق میکنه ای حقوق بشر و آزادی بیان و کرامت انسانی نظر بر رژیم یا چطور؟ برای اینکه اون موقعی که مثل که آقای ناصری هم گفتن اینا آزادی بیان از بین بردن، اینا حقوق انسان رو مراعات نکردن، هر آنچه که خودشان خواستن عملی کردن، ولی امروز که در غرب هستن، امروز که آمدن در ساختار رژیم نیستن، اینا از حقوق انسان و کرامت انسانی و آزادی بیان حرف میزنن. این چی هست که در اون موقع مخالف بودن آل موافق هستن؟ خب البته صحبت های آقای ناصری و همش بجاست و نه همون را تایید میکنم. چیزی که بسیار مهم است که پیش از هفت ثور در افغانستان دولت سردار محمد داود خان یک دولت دیکتاتور و خودکامه و یک حزبی بود، در این هیچ شکی نیست، اما یک دولتی بود که به اعتقادات مردم افغانستان و دین مردم افغانستان خودشان هم سخت باور داشتن و او را احترام هم میکردن و ارزش های عنعنوی مردم افغانستان، یعنی بر مسائل ناموسی در بین مردم افغانستان اونا احترام داشتن. و از طرف دیگر در دوران سردار محمد داود خان دولت بر تمام خاک افغانستان تقریبا حکومت داشت، یعنی قدرت حکومت بر تمام افغانستان جاری بود و در اونجا به مخالفین خود به انواع مختلف اونا میتونستن که مثلا جزا بدن. مثلا اکثر کسا در شهر کابل اگر شما باشه در خانه هایشان تحت نظارت میبود، یعنی جزا مطابق مخالفت با رژیم بود. یک تعداد کسای اعدام شدن، بندی شدن به جرم کودتا و توطئه بر ضد نظام، خداوند روح از اونا را شاد داشته باشه، شهید شدن. اما بسیار کسا مثلا مخالف می بودن، مخالف نظام می بود، در خانه هایشان نظربند می بودن، در دروازه هایشان نوشته بود از پذیرفتن مهمان معذرت می خواهند. اما در زمان رژیم دوستان ما خلقی ها و پرچمی ها پلیگون بود، کمترین مخالفت سیاسی رو اینا تحمل نداشتن. اما قسمی که آقای ناصری گفت دیگر اندیشی و بعد دیگران، اینا هم دیگر پذیری در قانون از اینا نبود، در ساختار از اینا نبود. اینها مردم آنقدر به تکلیف ساختن که بیشتر از 6 میلیون نفوس، از 16 میلیون نفوس افغانستان
بیشتر از 6 میلیونش به کشورهای ایران و پاکستان مهاجر و آواره شد و امروز ایران و پاکستان در طول 43 سال از همین 6 میلیون مهاجر و یا تعداد بیشتر و انواع مختلف در کنترل افغانستان استفاده میکنه، هم به حیث حاله بچار. شما ببینید افغانهایی که مهاجر شدن در ایران و پاکستان، اگر در یمن و در سوریه و در عراق و در ارمنستان و آذربایجان جنگیدن، در هر جبهه که جنگیدن مسئولش کسانی است اینا را خانوادوش داشت. اگر در ایران و پاکستان ما به اصطلاح تنظیم های که عقاید افراطی دینی دارند تربیه شدن، استخبارات کشورهای بیگانه اونا را تربیه کرد، مسئولش کسانی است که همین 6 میلیون مهاجر ساخت از خانه خودش و خانه بیگانه در زیر سایه بیگانه اینا را ساخت. این کار را کبترامان کرد که مردم بلوچ و هزاره ما و شما را و میلیون ها تنش آواره ساخت. امروز اونا در پشتونستان و در بلوچستان و اصطلاح یک قدرت دارن و زیر پرچم پاکستان در مقابل دولت افغانستان به هر قیمت از خون خودم تیر میشن. این کار متاسفانه رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان کرده و ما فکر میکنم یک تعداد از رهبرانشان که زنده هستن مردانه آمدن و معذرت خواستن از مردم و گفتن ما اشتباه کردیم، کار ما اشتباه بود، عمل ما اشتباه بود، نظامی رو که ما ساختیم به اساس همو پلتفرم سیاسی که ما داشتیم عمل نکردیم، به اساس همو باورهایی که ما داشتیم ما عمل نکردیم. افغانستان در حال جنگ نبود، ما حق نداشتیم روشنفکرا و دانشمندا را بکشیم. دیگر این یک چیزی است که جوانها باید از این درس بگیرن و فکر میکنم بزرگانی که از بقایای عذاب خلق و پرچم و فیزلامین ماندن بهتر است از مردم معذرت بخواهند. مردم افغانستان سینه های فراخ دارن، اشتباه کردن. هر خانه هر قسمی که آقای ناصری گفت شهید و کشته داده، شما باور کنید نیست نیست که یک درد برش نرسیده باشه. من دوستا می فهمم که من نظریات من بسیار آزاد است، یعنی من زیاد کوشش نمی کنم که من نفر یک کسی از نظر خود پیر شد. من به حد کافی سر سردار محمد داود خان و رژیمش انتقاد دارم. داود خان به خاطر اتحاد حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود که مکاتب کارگری رو به وجود آورد، کارگرا همون کانکور ننگینه را که بر سن فهش بود. شما می فهمید که هزارها جوان به سرنوشت داشت، اونمو از این همی مفکوره این همی ها سرچشمه گرفت، مسئولیت همی هم به دوش از اونانه. یعنی هم پیش از هفت ثور اینا یک قسمت مسئولیت قبول کنند که به بیراهه بردن او رژیم قبلی رو با از خاطر نفوذ که داشتن، هم بعد از اون. اما این که آدم این چیز رو قبول نکنه و بگویه که نه، ما کل ما فکر ما خوب بود، ما میخواستیم، ما اراده ما نیک بود، لعنت به او اراده نیکه که دست اکثریتتان به خون آلوده است. شما باور کنید ما کسانی رو ما میشناسیم که حال دو دفعه حج رفتن در امریکا زندگی میکنن، اما خودشان قصه جنایت خود، خودشان قصه که شفا و پولیگون میرفتن قصه میکردن در بین دوستای خود و به او افتخار میکردن. آیا از این میشه آدم منکر شد؟ آیا از این میشه آدم بگوید؟ یا مثلا شانواز تنهایی در تلویزیون نه یا میشین از دفاع میکنه یا یک کس دیگر؟ از چی باید آدم دفاع کنه بعد از 43 سال دیگر شده؟ یا چرا ما به خود حق میدیم که بگوییم ما خوب بد کردیم، این از ما کرده کسی پسان آمد بدتر کرد؟ تو برادر جواب خود رو بده که پسان آمد جواب خود رو بده، او که پیشتر از او خرابی کرده جواب خود رو بده. چرا ما بخواییم به خود رو کنه براحت بدیم خود از خود کرده بدتر مقایسه کنیم؟ وجدان داره باید که همون گناه خود قبول کنه، بگوییم من اشتباه کردم، دیگران هم اشتباه کردن، پیش از ما هم اشتباه کردن، بعد از ما، ولی من اشتباه کردم. من مسئولیت هم میپذیرم، در سطحی که بودم، در جایی که بودم، من اشتباه کردم، در نظامی که خدمت میکردم اشتباه کردم. من خودم از دستم و خون کسی آلوده نیست، جنایت نکرد که من در نظامی که مامورش بودم، اون نظام جنایت کرد. کاری نیست، یک اعتراف آبرومندانه است و مردم افغانستان میبخشن و این مسئله پشت سر ما ما میجرد کنیم. ما وقت ناصری صاحب نمیگیرم، میخوایم که ناصری صاحب صحبت های خود را تمام کنند.
تشکر. من سپاس میکنم از حضور شما اینجا هستیم. ما چون به اصطلاح دولینگ جای امروز برای ما نوید جان ساخته، مهمان بعدی هم در آلمان داریم که منتظر هستن که اونا هم بیان. اگر شما حرف دیگه داشته باشین بفرمایید. من تلویزیون میبینم، وقت خوش و رمضان خوش برای شما و بینندگان عزیز. تشکر ناصری سیب بخشین اگر من وقت شما رو گرفتم. خواهش میکنم، از افتخار ما سین در برنامه‌ای که میبینیم شما رو در تلویزیون ناظم سیب از شما میآموزیم. افتخار ما سین. خواهش میکنم. انسان پاک هستین، انسان با جرأت. اصلا شما دی رو از ما کدا پیش بودین، ما شما رو تحقیق میکنیم، جرأت گرفتین. شما بزرگ هستین ناظم سیب. شما تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. ممنون شما. خب ناصری صاحب، تقریبا صحبت ها شد. چرا در وقت و زمان شما بیشتر توضیح هم دادین، ولی باز هم می خواهیم مختصرا برای هموطنان ما مثلا نسل جوان توضیح بدین. دو موقع با افتخار می گفتن که ما کمونست هستیم و از جنگب می زدن، مذهب تریاک می خواندن، اما آلی چرا یا منکر هستن؟ آیا این منکر شدنشان دلیل بر این نیست که راهشان غلط بود، راهشان اشتباه بود و بر راهی که رفته بودن اصلا نه ایمان داشتن نه باور داشتن؟ ببینین آقای خالد، انکار از اینا که ما ایدولوژی چپ ما مارکسیستی نبود و ما اصلا مارکسیست نبودیم یا وابسته به شوروی نبودیم، که یک دروغ به حساب یک به حساب فکاهی تاریخ است که اینا میگن. اما واقعیت ایست که در هیچ برنامه، در هیچ پروگرام، در هیچ مناظره و مباحثه من با یکی از اینا که آریان خیبر نام داشت و اوشا دگام در یک صفحه انترنتی برابر شدیم، در تلویزیون ملی آقای خیبر که نفهم از خیبر میرکبر خیبر و چیش میشه، آریان خیبر مستقیم در تلویزیون ملی یک چند هفته بیشتر برای من گفت که از گیر ما خطا خورده بودی، کاش که به گیر ما اون وقت میامدی که سر به نیست میکردیم و تو اشرار هم نمیموندیم. در تلویزیون مستقیم لایف، در تلویزیون و هم تلویزیون ملی، و خودم یکی از تواداران سرسخت آقای اشرف غنی میدانست و گفت که ما غنی را امایت میکنیم و اگر ما نباشیم گفت غنی سقوط میکنه، همه تو روازه، و گفت که ما افتخار میکنیم 24,000 نفر کشتیم. اینا کلش اشرار بودن در ایراد و اینا قیام کردن، هر رژیمی که در مقابلش مردم قیام کنه و شورش کنه سرکوب میشه، و ما حق داشتیم که از حاکمیت دفاع کنیم و این حق حاکمیت بود و ما اونا رو پاکستان ایران تحریک کرده بود. یعنی آقای خالد اینا مستقیما در هر برنامه و در هر جایی که باشن، در هر صفحه‌ای که باشن، اینا از جنایت خود، از کشتار خود، از خیانتی که کردن افتخارآمیز اینا دفاع میکنن. شما در مناظرات اینا رو بشنوین، در تلویزیون ها ببینین، شما در تمام این برنامه های تلویزیونی که در داخل افغانستان نشر میشه یا در خارج، مخصوصا در داخل، هر برنامه یک نفر یا دو نفر از کمونیست ها را که میخواین اینا با افتخار بار بار از دکتر نجیب شهید، دکتر نجیب میگن و از افتخار میکنن که ما چی کارا و چی کارا افتخاراتی نداشتیم. اینا نه از گذشته خود نادم هستند، نه از جنایتی که به حق مردم افغانستان کردن، نه در کودتا و غصب قدرت سیاسی اینا به حساب اعتراف میکنن که کودتای ننگین بود، بلکه انقلاب ثور میگن و آمدن روسا را و حتی بندازی چشم سفید و بی‌حیا هستن که میگن که ما بودیم که روسا را به حساب از افغانستان خارج ساختیم و بدون روسا هم 3 سال ما مقاومت کردیم. تا امروز در یکی از برنامه‌های تلویزیون یکی از دوستا به نام آقای روان که او هم از امو اعضای سابقه حزب دموکراتیک خلق سادم سرسفید آمست، گفت که نجیب 3 سال بدون حمایت روسا جنگید و این جنگ جلال آباد هم بدون حمایت روسا بود. وقتی که حرفایش خلاص شد به برنامه من گفتم آقای روان، روسا فقط 3 ماه آخر دوران نجیب کمک‌ها را قطع کرد، وقت زمانی بود که کاملا اتحاد شوروی از هم پاشید و فدراتیف روسیه قادر به این نبود که جا به جای نشینی به حساب امو یلسین اجازه نداد که دیگه دولت نجیب و دولت کابل کش کمک کنن، فقط 3 ماه آخر. و الا خود وکیل وزیر خارجه سابق در کتاب خود نوشته میکنه که روسا تا 300 میلیون دلار در ماه
حمایت میکردن و بهترین سالهای های پیشرفته را برای رژیم دادن و دولت از هر نگاه یعنی مسلح بود و ما بهترین اردو را داشتیم. در خود نبی عظیمی در کتاب اردو و سیاست نوشته میکنه که زمانی که ما برای بررسی و برای نظارت از جنگ جلال‌آباد میرفتیم، مشاور ارشد روسا که نزد دکتر نجیب بود با ما در طیاره یک جو میرفت و از ما از بالا جلال‌آباد تصحیح میکنیم. روسا هم مشاورش در جنگ افغانستان حضور داشت، هم کمکایشان بود، از ساکرشان خارج شد، ولی تا 3 سال اینا کمک میکردن. فقط 3 ماه آخر رژیم نجیب وقتی بود که کاملا اتحاد شوروی از هم پاشید و فدراتیف روسیه گفت ما دیگه کمک نمیکنم. گفتم میشه که کمکار وقتی که قطع کرد 3 ماه دولت وقت به حساب صرفای خود استاد شده نتانست. اینا گفتن جنگ جلال آباد چی مقاومت جانانی نبود، در حالی که به وقع کمک هایی که 14 سال اینا شده بودن یک جنگ چی بود که در جلال آباد اینا مقاومت کردن. من برش گفتم یک ماه بعد جنگ جلال آباد خود سقوط کرد، چند ماه بعد جنگ جلال آباد مرکز ولایت تخار سقوط کرد، تخار مکمل آزاد شد، ولایت بامیان و مناطق مرکزی افغانستان کاملا آزاد شد، ده ها منطقه دیگه افغانستان آزاد شد در شمال و جنوب افغانستان. شما چی رو افتخار میکنین؟ با اوقدر ساز و برگ نظامی، با اوقدر کمک هایی که شده بودین، اگر در یک جنگ شما یک مدت مقاومت کردین، چی افتخار داره؟ متاسفانه من از هیچ کمونیست، از هیچ نه رهبرش و نه پیروش و در هیچ جای نشنیدیم که اینا ندامت کنن، پشیمانی کنن و اینا به حساب همو یعنی با یک درایت و منطق و با یک وجدان بیدار ملی قضاوت کنن و بیاین و معذرت بخواین. برخلاف اینا در هر برنامه، هر پروگرامی که هست، اینا چشم سفید، بی حیا و یک دنده هستن. اونمطور سابق باره با ملت خود در جنگ، در تضاد، با دین، با عقیده، با ارزش های ملت. امروز ما فردا 8 ثور است. با من تلویزیون گفت بیا که 8 ثور هم صحبت میکنیم. گفتم 7 ثور و 8 ثور پیش من روزای بسیار یعنی غمبار است. روزایی است که مردم افغانستان به او بسیار مصیبت ها رو دیده. 8 ثور به این دلیل گفتم آقای فلانی مده برنامه تا نمیم که هیچ ضرورتش ندارم که بیایم و همش نقد کنم، به خاطر عزیز که 8 ثور یعنی سقوط ارزش های جهاد است. 8 ثور یعنی به حساب پایان امو کلمه به نام جهاد است. به عنوان خونبهای ملت افغانستان 8 ثور نبود. در 8 ثوری که لوید رستیزش آصف دلاور بود و اکثریت جنرال های کمونیست در مابین کابل بود و متاسفانه هر کس به خطوط قومی بر جریان های مختلف پیوستند و کمونیست ها به حساب در پهلوی هر کس قرار گرفت. متاسفانه بدبختانه گفتمی آرزوی ملت ما نبود. او آرزوی از این نبود که ما بگویم مجاهدین پیروزمندانه 8 ثور جشن گرفت. در این هم اگه مقصر بودن به این خاطر 7 ثور آغاز بدبختی های افغانستان است و 8 ثور هم روز غمبار بر ملت افغانستان است. ولی کمونیست های اعتراف نمی کنند و جنایت خیانت بود آقای خالد. تشکر میکنم، سلامت باشین. واقعا صحبت ها جالب شده میره و یه رشاد داخل شدن و پس دوباره بیرون شدن. خب فعلا اینجوری هست، به هم با خود داریم. جناب رستمی گرامی سلام تقدیم میکنم برای شما. شما مایکتان خاموش است بخیر جناب رستمی صاحب. شما صدا شما نداریم ما. خب شما پس یک مرتبه پس اگر میتونید بیرون شوید، پس دوباره مایکتان یک چک کنید داخل شما. خب در رابطه با استخبارات چی میگین شما؟ ما در جریان جهاد، خب شما هم نقش بسیار سازنده داشتین ناسیز، ما هم در بخش های از جهاد افغانستان خدا قبول کنه وظایف خود انجام دادیم. چقدر شما از نقش استخبارات مخصوصا خود بخش از کی جی بی بود
در تضعیف نیروهای جهادی و در فردای پیروزی مجاهدین، یعنی به تاریخ هشت شب، شما میتونید که یاد آوشید که چقدر اینا نقش داشتن؟ خب خود افغانستان، اکسا خود، اینا دستگاه هایی بودن که توسط کی جی بی اداره می شدن و در اون زمان کی جی بی یعنی از فعالترین سازمان های استخباراتی در جهان بود. حتی گفته می شد که وقتی که کی جی بی قدر فعال است که سیایی هم کده در بیسار با مفعالیت های استخباراتی در جهان رهبری میکنه و او وقت واقعا در جهان هر تحولی که آقای خالد صورت میگرفت او وابسته یا به تحریک روسا بود یا روسا در اون نقش داشتن و خلاصه هیچ تحول، هیچ حرکت، هیچ کودتای، هیچ به حساب پاشاگردشی در یک نقطه از دنیا صورت نمیگرفت که به نفع روسا نمی بود و به ضرر امریکا نمی بود. اگر در آسیا بود، اگر در افریقا بود، اگر در هر نقطه دنیا بود، یعنی ذهنیتی را که بر ضد امریکا و غرب ایجاد شده بود و تحولات انقلابی که در جهان صورت می گرفت، در تمام از این تحولات به حساب شکل دی از اینا روسا و کی جی بی و استخبارات اتحاد شوروی بسیار نقش فعال داشت. بنابراین خاد افغانستان هم یک از شاخه های به حساب کی جی بی بود و واقعا بسیار فعال بود در زمان جهاد، ضربات بسیار کلانی را برای صفوف مجاهدین در داخل و خارج افغانستان وارد کرد. همی شهادت بسیاری فرماندهان مجاهدین توسط خاد و توسط عواملش صورت می گرفت و راوندی ها صورت می گرفت و یا در داخل صفوف مجاهدین داخل می شدن، بعد از یک مدت تنظیم های به حساب تنظیم جنگی می شد و مشکلات ایجاد می شد و بعد هم اینا می پیوستن به دولت. چند روز پیشتر جنرال ملک صحبت می کرد و می گفت که ما در فاریاب مجاهدین بودیم و صفوف جهاد بودیم، باز به دولت آمدیم پیوستیم و در اونجا ما مدال جنرالی گرفتم، برادرم اینطور گرفت، ما کل ما در صفوف دولت بودیم و بالاخره باز ما مجاهدین بودیم. یعنی بالاخره خبرنگار کاکتوس پرسان کرد که من نفهمیدم که کمونیست بودی، مجاهد بودی، تو چی کاره بودی برادر؟ یک دفعه یک چیز بودی، هیچ معلوم نشد چی بودی. اینا اصلا تحلیل واقعی شمیست که بسیاری کسای از مانند جنرال ملک ملیشه‌هایی بودن که از طرف رژیم، از طرف خاد داخل صفوف مجاهدین میشتن با پس که به حساب به عنوان مدافعین انقلاب، مدافعین به حساب حزب دموکراتیک خلق و کوه بالا میشن یا ملیشه‌هایی بودن که در شمال، در جنوب، در شرق اگر مسلم چیره در اسمت مسلم، اسمت مسلم در قندار بود، همین نفری را که چند وقت پیشتر در هلمند کشته شد در هر برنامه تلویزیونی ها می آمد حزب دموکراتیک خلق دوباره میخواست احیا کنه، قهرمان نامش بود، جبار قهرمان، یه از ملیشه هایشان بود. در مابین شمال جنرال دوستان بود. خلاصه این خواب بود که ملیشه سازی میکرد، یعنی قدر صفوف جبهات ایراد که دارای ملیشه بود در افغانستان، در هیچ نقطه افغانستان قدر ملیشه نبود که در هرات بود بر ضد اسماعیل خان و جبهات. متاسفانه خواد بسیار فعال بود به ترور رهبرها، به ترور قماندانا و همچنان ایجاد اختلافات. ولی ما نباید آقای خالد اختلافات خود را، خواهی های خود را، انانیت خود را و مو خیانتی را که بارمان های جهاد و مجاهدین و شهدا رهبران ما و قماندان های ما کردن به خاطر خودخواهی های خود، اینا را همیشه به گردن آیس های و گردن سیایی و به گردن کی جی بی و خاد پرتیم و گیم این خارجی ها بود که ما را مصروف ساخت، همین بار خود و برف خود و بام دیگران نیندازیم. دقیقا این متاسفانه خودخواهی های ما بود، خیانت هایی که در صفوف صورت می گرفت، ترورایی که خودشان می کردن، متاسفانه دسایسی که بود. هیچ وقت رهبران جهاد با هم یک جانه شدن به خاطر خدا و مردم، از خودخواهی های خود نگذشتن، یک اتحاد واقعی ایجاد نکردن، یک برنامه مدونه برای سبای پیروزی نداشتن و این چیزا باعث از این نمیشه که ما بگیم همه چیزا عاملش و دلیلش و مسبب همه بدبختی های دوران جهاد و بعد از او خاد است و کی جی بی است و سی آی است و آی اس آی است و ما به حساب منزه هستیم. متاسفانه مسئولیت رهبران و فرماندهان ما بیشتر و بسیار زیادتر است. در سال 88 که مصاحبی داشتن مصاحب مسعود با یک دوست خود آقای ناصری و یک کست پیشه های عبدالحد آزرنگ هست، ولی
حالا چون کست های ویدیو رو کس نمیبینه نمیفهم کجا گذاشتن. دوانم کست انوس روسا نبرامده بودن. سوال میکنه که آینده افغانستان چگونه بررسی میکنی؟ قهرمان ملی برش میگه که ما به تضمین برای شما میگم که ما پیروز جنگ هستیم، ما در این جنگ برنده هستیم، اما مانند گذشته بازنده میدان سیاست هستیم. ما از آلا برای رهبرها در پشاور و در ایران صدا میزنم که ایواز اختلافات خود کنار بذارن، اینا کادرسازی کنن، اینا رهبرهایی که برای در بود سیاست و دیگه چیزا اینا تربیه کنن تا در آینده ما بتونیم از اینا استفاده کنیم که متاسفانه نکرد. ولی به هر حال بازم بخش از مشکلات از طرف مجاهدین و سران بود. خب مجاهدین که گمنام جهاد کردن و چی کردن و خاک پایشان رو میبوسم، ولی کسایی که به نام جهاد اینا آمدند و از احساسات مردم استفاده کردن و جفا کردن، یک بخش اینا بودن و بخش عمدش هم نفوذ خادیسا در بین سنگرها بود که حتی در امی هرات وقتی که ما در سال 85 بود گمانم که بسیار همگی تنظیم شده بود و خدا غریق رحمت کنه سفیلا جان بخش کار میکردن، دیگه دوستا کار میکردن، یک مرتبه اینجا آوازه انداختن که اوزه جنوب غرب تمام سامایی ها گرفتن، یک تعداد روشن فکر و یک تعداد کسایی که واقعا در سنگر بود همگی فرار کردن برآمدن. این دستایی بود که ببینیم که اینجا نصب چیشان درست شدن، مایکشان درست شدن. اینجا نصب رستمی سلام علیکم دوباره نداریم صدای شما را، با تاسف نداریم. شما برای داخل شوین، پس از سر که داخل میشین برای شما آپشن میگه که صدا و ویدیوی تان ما روشن کنیم، یعنی امور شما بخیلیم که چی نکردیم. برحال اگر ما چند دقیقه دیگه هستیم خب امی ما تاکید وقت پیشتری مسئله کردم بایست که یک تا از هموطنان ما یک سره بدون از اینکه تحقیق کرده باشن، بدون از اینکه جریانات واقعا بررسی کرده باشن، اثر آب قضاوت میکنن و اکثر مجاهدین محکوم میکنن. بدون از اینکه مسائل استخباراتی و فعالیت های و زد و بند هایی را که شما یاد کردین و امو یک مثال دیگه هم میخوام بتم که ما در سال 93-94 رفتم پاکستان با خدا غریق رحمت کنه با شخصیت ملی عبدالله که میخوانه کتاوزی دیدم. اونا برای ما گفتن که تو کاش که یک ماه پیش میامدی. گفتم چرا؟ برای دیگه گفت تنهی آمده بود اینجا برای ما برای سربازگیری امرای امی اتمر و اینا آمده بودن و وقتی که برشان گفتم که شما دیگه باختین، بازنده استین، دیگه خلاص شدین، مردم افغانستان شما رو قبول نداره، اون خنده کرد برام گفت برادر رقم کاری میکنی خوب نمیکنی، ما تا مای حقوس به قندهار هستیم، پایگاه اول ما قندهار است. یعنی در تمام بحثایی که ما تحقیق کردم جناب ناصیص خود بسیار فعال است. همین ازارها ازار خادی است. سرنوشت هیچ کس تال نمیگه که امینا چی شدن که در بین تنظیم ها جا گرفته بودن، در بین مهاجرین جا گرفته بودن، ولی بالاخره امونا تا امروز با سرنوشت مردم ما بازی میکنن. یقینا عفو عمومی را که رهبرای مجاهدین اعلان کردن متاسفانه بزرگترین اشتباه از اونا عفو عمومی بود و با اوی عفو عمومی این متاسفانه اینا مرهبرها و خادیستا و جنایتکارا رو بخشیدن، ولی هیچ کدام از اینا دمو به حساب محاکمه نشد و مو عدالت انتقالی هم انجام نشد و با اینا در صفوف داخل شدن و خطوط قومی، زبانی، مذهبی. وقتی که سلطان علی کشتمند استعفا میکرد، آقای خالد در استعفانامه خود برای نجیب و دولت نوشت که حقوق مردم شریف هزاره مخصوصا مذهب اهل تشیع پامال شده و اینجا به حساب مراد نشده و یک تبعیض بسیار کلان در مقابل مذهب ما صورت گرفته. دفعتا یک مارکسیست کمونیست که کسی که بر ضد دین بود و دین افیون میگفت بیرق مذهب بلند کرد و متاسفانه امروز بسیاری کسایی هست که بر از اونا براعت میتن و او را حتی بزرگ خود میدانن. یک تر احرام چند وقت پیشتر نوشته کرده بود منایس یک تر ملی بدست میکردن که جناب سلطان علی کشمندی تر حد آده ببینیم که برای اینده افغانستان. متاسفانه ما تعصب قومی و زبانی و مذهبی چنان بر ما مستولی شد که هر کس هم جنایتکار خود قهرمان گفته در آغوش خود گرفت. اگر برادران مذهب در
مناطق شمال افغانستان بود. متاسفانه چپی ها و کمونیست های خود آغوش گرفتن و همچنان آقای حکمتیار و دیگرها سازش با خلقی ها و امو جبار قهرمان و اینا کردن. متاسفانه آغاز بدبختی و فروپاشی ارزش ها و آرمان جهاد زمان صورت گرفت که ارزش های دینی و ارزش های بسیار فکری قربانی روابط قومی و زبانی و مذهبی شد. دقیقا ببینید که بار آخر امتحان میکنیم، خدا کنه که مشکل اینجا رفت شده باشه. راستمی چه شما صدای ما رو دارین؟ خب به هر حال صحبت های بسیار زیاد است و حرفای زیادی هم است که ما باید میگفتیم و یک قسمتش عمدیش گفته شد. یک چیز دیگر ما میخواییم که شما توضیح بتین. امروز مردم از ملیشه‌ها شکایت دارن، امروز در هر گوشه مردم شکایت شده نیست که ملیشه هاست که باعث ناامنی شدن، ملیشه هاست که این ملیشه ها در کدام وقت ساخته شدن، توسط کی ساخته شد آقای ناصری؟ خب ملیشه سازی یکی از به حساب ابتکارات روسا بود در افغانستان و در زمان اتحاد شوروی، به خاطر از اینکه به حساب جنگ تقسیم کنه مناطق، به حساب در مناطق همی شکلی را که دفاع خودی میگفتند و یا نیروهای به حساب محلی و بومی اینا را مسلح ساختن و هر کس در منطقه سلاح دادن و اول که گفتم در صفوف مجاهدین اینا داخل شدن، اعتدادشان از داخل شناسایی کردن و مسلح با سلاح خود به حساب دولت پیوستن و بالاخره اینا سلاح گرفتن و امکانات و اینا در مناطق خود، چی در شمال، چی در جنوب، چی در شرق و غرب افغانستان، متاسفانه ملیشه سازی شد که مشهورترین ملیشه ها با در تاریخ معاصر که به حساب نقش بسیار کلیدی در سقوط دکتر نجیب داشت، ملیشه های جنرال دوستم بود، ملیشه های بنام گلمجم یا ملیشه های سمت شمال، اینا نقش سیاسی داشتن. اما دیگه ملیشه هم ایجاد شد و گفتم که اینا را به خاطر از این که همو نیروی نظامی که دولت داشت و روسا می جنگیدن در پالی از او توزیع سلاح و به حساب همو به شکل تمام همو جنگ تقسیم می کردن سر جنگجویان بومی مناطق و بران ایف از زمان تجاوز شوروی در افغانستان ملیشه سازی شد و بالاخره تا به امروز متاسفانه این مود روز است که پلیس محلی ساخته میشه، در حالی که پلیس پلیس است. پلیس چرا در چوکات خود پلیس شما همین نیروها را جذب نمیکنین که میگین پلیس محلی داریم؟ من نمیفهمم. یعنی متاسفانه امو کلمات، امو سیاست، امو پالیسی رو با نامای دیگه تا به امروز ادامه میتن. امی چی قرارداد امنیتی یا من نمیفهم میثاق امنیتی را که میگن و مسلح سازی که امروز آقای امرالله صالح و ماهب اینا در مردم در مناطق مختلف سلام میتن، قیصاری را به حساب علایده غنی حمایت میکنه که تا سلام بگیره و یک جنگ سالار است و مانند چیز دیگه جنگجویای دیگر اینا مسلح میسازن. متاسفانه در مناطق بسیار زیاد افغانستان امروز زیاد سلاح توزیع میشه و مردم هم مسلح ساختن به خاطر جنگای آینده که برای آینده افغانستان بسیار خطرناک است. خب برای پایان صحبت، برای نسل جوان، نسل جوانی که انوز هم قصاب کابله، رئیس خاده نجیبه، اینا قهرمان خطاب میکنن و میگن که جالبی چیز میگن تا آخرین رمق حیات از افغانستان بیرون نشد، در حالی که امیر این آزده نیست ببوزه که یادم فرار کرد، در این فرار دستگیر شد، مجبور شد بیاد در ملل متحد و حوادث بعدیش اون ما شما بهتر میفهمه، هموطنان ما بهتر میفهمه. جنرال صاحب آبیل اینو به حساب برای ما به تفصیل نشته کرد که چرا ای از کابل نبر آمد، حساب باخنده و امیدوار بود که حتی گفته بود که ما برای احمد چای مسعود بگو که بعد از اگر تو کاری داشتی سر ما صدا کو که اسنادشان هم هست. برای نسل جوان شما چی تصویر میکشین از این چهره ختم صحبت از نجیب؟ خب رهبران از دموکراتیک خلق افغانستان همیشان وابسته روسا بودن و به حساب پیرو و شیفته
اندیشه مارکسیزم لینینیزم بودن، میخواستن با زیر به حساب می شعار و می ایدولوژی و مفکوره یک افغانستان گفته خودشان نوین و افغانستانی که متفاوت از افغانستان امروزی می بود ایجاد میکردن، که در او مسئله دین، عقیده، ارزش های تاریخی و ملی دیگه ارزش نمی داشت، بلکه اونا زیادتر مانند شوروی ها فکر میکردن. ولی دیگر رهبران حزب دموکراتیک خلق، اونا رهبران فکری بودن، رهبران سیاسی بودن، رهبران غیر نظامی بودن. اونا در مسائل نظامیگری و در مسائل استخباراتی و خاد اینا دسترسی نداشتن. اگه ببرک کارمل بود منیس یک تیوریسن یا مثلا دیگر رهبرشان بود و حتی ترکی، حتی همین که یک ماجراجویی نظامی داشت، یک چند روز 100 روز حکومت کرد، ولی دیگر رهبرا اکثریت از اینا شخصیت های سیاسی بودن، مبارزه میکردن. یگانه رهبری در میان رهبران حزب دموکراتیک که بر گرده های حزب دموکراتیک به حساب سوار ساخته شد و رهبریت حزب و رهبریت دولت غصب کرد و کودتا صورت گرفت و روسا تحمیلش کرد بر تمام حزب و دولت، نجیب بود. و نجیب یک حادیث بود، نجیب یک کسی بود که به دست خود مردم استنطاق میکرد و شکنجه میداد و به حساب خودش اعترافات میگرفت و یعنی جنایتکار است که نجیب است و به دست خود جنایت کرده، قتل کرده، کشتار کرده، وحشت کرده، هیچ کس نکرده. شاید ببرک کارمل به دست خود نفر نکشته باشه، شاید ترکی نکشته باشه، شاید اگر رهبرانشان مانند میثاق و مانند پنچیری و مانند تعذیب و مانند میفهم دهای دیگیش، اونا فقط رهبران سیاسی بودن. همی آقای کشمند اینا فقط مبارزی سیاسی میکردن، ولی در کنار تمام از اینا دکتر نجیب کسی بود که رهبری یکی از وحشتناکترین و یکی از خشنترین و جنایتکارترین دستگاه های تاریخ معاصر استخبارات افغانستان که خواد بود، این رهبری میکرد و به دست خود نفر کشت، به دست خود قتل کرد، کشتار کرد و واقعا قصاب کابل بود. بنان او یک جنایتکار تاریخ بود، وابسته بود و به خاطر از اینکه او به قدرت برسه دسایس زیاد در افغانستان رقم خورد و متاسفانه در اواخر مسائل در درون حزب که حزبشان از فرو پاشید و دولت فرو پاشید به خاطر دسایس و توطئه‌های درونی بود که خود نجیب برا انداخت، مسائل دامن میزد و مسائل قومی، زبانی، نژادی. و امو جنرال عبدالقادر وزیر دفاع و کسی که در کودتای 26 سرطان هم نقش داشت، در کودتای 7 ثور هم نقش داشت و قومندان او پیلوت هوایی بود، در کتاب خاطرات خود که بسیار وقت وزیر دفاع هم بود نوشته میکنه که وقتی که من مسکو بودم برای رفتم برای استراحت و برای تحصیلات اینا، وقتی که برگشتم آمدم از این پرسان کردم که تو چی کارای انجام دادی در این مدتی که رئیس جمهور هستی، یعنی دستاورد تو چی است که تو رئیس جمهور شدی ببرک روی رئیس جمهور نباشه؟ ای گفت تو هیچ خبر نداری که من چی کارایی کردیم؟ گفت نه من خبر ندارم، این در کتاب خاطرات آقای جنرال عبدالقادر است، همه را هم هستی بالا، من میتونم کتاب برتون نشان بدم. نجیب به من گفت که من پشتون از سر تاجک، تاجک از سر پشتون، ازاره از سر ازبک، ازبک از سر ازاره زدیم، دیگه چی میخوایی؟ من اینطور اینا را به هم جان هم انداختیم که اینا سرم بالا کردنم میتونم. جنرال عبدالقادر میگه من گفتم بد کردی کی کار کردی؟ تو ملت افغانستان به جان هم پرتی، نفاق قومی رو پرتی. نجیب فتنه ترین، نجیب خائن ترین، نجیب یعنی فاسد ترین سیاست مدار حزب دموکراتیک خلق بود، هم به دست خود قتل کرد، جنایت کرد، حادیث بود، جنایتکار بود و هیچ نوع عقیده به مسائل دینی نداشت. ازش سوال کردن که نامت نجیب الله هست یا دکتر نجیب الله، بگیم که نام من نجیب است، هرچی که بگین بگوین نام من نجیب است. ویدیوش هست، مصاحبهش هست. نجیب هیچ اعتقاد نداشت. من نجیب از نزدیک هم میشناسم، به خاطر همسایه بودیم در میکرورایان، خسارش زندگی میکرد آقای خالد. ما در به دیوال در بلاک 24 با مرحوم حاکم صاحب خسارش و امی خانمش فتانه جان جیلانی همسایه بودیم بسیار سالها، در زمان داوود خان که وقت حزب دموکراتیک خلق به قدرت نرسیده بود، اینا در بدنی قدرت نبودن، اینا رو ما میدیدیم. نجیب زیاد وقت دیده بودیم، یک جنایتکار، یک انسان کثیف که حتی اعضای فامیلش خاطرات خود نوشته کردن دیگرا. خلاصه نسل جوان اگر تاریخ بخونه، ما روز به یک از خبرنگارا و ژورنالیستا که گفت که در دوران نجیب تفاوت، دوران نجیب تفاوت، اگر مثل نجیب واری استیف، ما گفت تو تاریخ برو بخوان، مطالعه کو،
مصاحبه اخیر آقای دکتر حسن شق که با تلویزیون آریانا نیوز با آقای نصیر فیاض کرد که ظرف 24 ساعت را غنی و ارگ سانسور کرد و از یوتیوب همه جای برداشت، ولی الحمدلله پورا یگان مردم ثبت کرده بود که ما او را نشر کردیم. دوباره آقای حسن شق میگه که دسایس و توطئه‌ای را و اختلافات شدیدی را که نجیب دامن میزد، نجیب هرگز حاضر نبود که از قدرت کنار بره و ما با دکتر نجیب گفتیم که دکتر صاحب خودت مشکل هستی، اگر تو کنار بودی همه چیز حل میشه، و دکتر نجیب گفت هرگز حاضر به کنار رفتن نبود و این یک دروغ محض تاریخ است که کسی بگه که نجیب حاضر به رفتن از قدرت بود و کنار میرفت. و حسن شرق ایده به زبان خود گفت و ایده شهادت داد و به شکل شهادت داد که به حساب خودش صدر اعظم اون رژیم بود، با اونا همکاری کرده بود، از درون رژیم میشناخت. بنابراین نجیب بزرگترین جنایتکار تاریخ است، هر کس نجیب و تاریخ نجیب نمیشناسد. یعنی واقعا به عقل خود، دانش خود، فراست خود، معلومات تاریخی خود باید یک تجدید نظر کنه و به اصطلاح یک فکاهی اوغانا که میگن بریش خود بخنده که اگر نجیب شهید میگن. از آقای دکتر حسن شق یاد کردیم، من فکر کنم کمی لحظه بیننده برنامه ما هم باشن، چون تماسایی که با اونا داشتیم این مسئله رو یاد کردن که ما همیشه امید 24 تماشا میکنم و انقریب مصاحبه بسیار جالب و تاریخی هم ما با حسن شرق خود داشتیم که بس زوایای تاریخ اونا روشن خواهد ساختن. آقای نصیری تشکر میکنم از شما، ممنون از اینکه بسیار متاسف هستم که انجیاسب رستمی مشکل تکنیکی پیدا کردن، حداقل آمدن اما مشکل تکنیکی پیدا کردن رفتن و فکر میکنم که اونا دقایق بعد در جای دیگه هم برنامه دارن که باید اونجا باشن. ولی به هر حال تشکر میکنم از شما، سپاس از اینکه بودین با ما و ادامه برنامه را حتما تماشا کنین. یک فیلم مستند است که افغانستان در جنگ دوم جهانی، و برای بیندای گرامی خود میگیم که 1.5 ساعت بعد برنامه انجینیر مزرد میخواییم آقای ابراهیم اجازی نشر میشه از تلویزیون ساعت 6 شنبه وقت تورنتو، که اونا هم بسیار پوینت های خوب بیره از همین حدث خونبار افتسار کنار هم قرار دادن، یک به اصطلاح مستند بسیار جالب درست کردن که به بیندای گرامی خود توصیه میکنیم که برنامه رو ببینن. با شما خداحافظی میکنیم، امیدواریم که باز هم در برنامه بعدی مزایم شما باشین، مهمان ما باشین. روزگار شما خوش، سلامت باشین، زنده. خب بیندای گرامی بود برنامه ما به مناسبت 30 روز افتسار. البته ما دوست داشتیم که مهمانان بیشتری داشته باشیم، اما مشکل در اینجا بود که من تنها دو مهمان در عین زمان میتونستم که داشته باشم، و بیشتر گرچه من تا 6 نفر میتونم مهمان داشته باشیم، اما امروز نویجان مصروف بود و ما نتونستیم که تعداد بیشتر از هموطنان خود با خود داشته باشیم. به هر حال برای نسل جوان توصیه میکنیم با صحبت های کسایی که کلیپ های ویدیویی ساز گذاشته توجه نکنن و خود زحمت بتن، تحقیق کنن، ریسرچ کنن تا حقایق دریابن که در این وطن چی گذاشته. سپاس از سبجویتان، کانون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین. تا دیدار بعد، حافظ حقیقی نگهدار یکایک که شما سروران گرامی باد.